خب آقا سلام، یکی از دوستان با من تماس گرفتن و گفتن که در زمان تعویض دنده خودرو گاز میخوره، همچنین کروز کنترل خودروی من که خودروی دنا دارن از کار افتاده. بعد از اینکه من بررسی کردم و در واقع سوالاتی ازشون پرسیدم، متوجه ایراد میکروسویچ پدال کلاچ شدم. این قطعه تو این ویدیو قراره با هم دیگه این قطعه کوچیک رو بررسی کنیم، اهمیت اون، نحوه کار، دلایل خرابی و عیب‌هایی که ممکنه روی خودرو نشون داده بشه با هم یاد بگیریم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. زمانی که این سنسور عمل میکنه، ای سی یو از زمان تعویض دنده توسط راننده مبتلع میشه. اگر این سنسور وجود نداشته باشه، ای سی یو متوجه نمیشه که دنده رو میخوایم عوض کنیم و تعویض دنده صورت میگیره و تولید گشت وار موتور رو با این فرض انجام میده که خودرو در دنده هستش و داریم حرکت میکنیم. به همین دلیل در لحظه تعویض دنده تغییری در گشت وار و دور موتور ایجاد نمیشه و این باعث میشه که فشار بیشتر روی سیستم سنکرونیزه به وجود بیاد. سیستم سنکرونیزه چیه؟ در گیربوکس های دستی برای همسرعت کردن دنده ها قبل از درگیری کامل، یعنی قبل از اینکه با همدیگه کامل درگیر بشن، تا تعویض دنده به راحتی نرمتر صورت بگیره و بدون صدا و ضرب صورت بگیره، این سیستم وجود داره. نحوه کارش چجوریه؟ ببینید، تا رسیدن دور موتور به محدوده مجاز برای درگیری دنده ها با هم یک مقدار زمان طول میشه و برای سریع‌تر شدن زمان تعویض دنده توسط ما، سنکرون مکانیکی بیشتر باید تحت فشار قرار بگیره که سریعتر دور موتور رو به میزان لازم تغییر بده. این باعث میشه که این سیستم سنکرونیزه دیگه تحت فشار قرار نگیره. وقتی خودروی این میکروسویچ پدالی کلاج رو داره، در اون این میکروسویچ وجود داره، در زمان فشار دادن پدال کلاج و شروع تعویض دنده، ای سی رو متوجه میکنه که باید حالت خلاص بودن خودرو رو در نظر بگیری و گشتاور رو به سمت کم شدن پیش ببره و برای حالت خلاص تنظیم کنه و در واقع باعث میشه که دور موتور زودتر پایین بیاد و همخوانی موتور گیربوکس افزایش پیدا کنه. خب، نامگذاری این سنسور سویچ کلاج یا کلاچ سویچ، همون نام انگلیسی اون هستش، که روی براکت کاسه پدال ها زیر پدال کلاج قرار میده. اگه دقت کنید، این سنسور فاقد خار هستش و به صورت فشاری در محل خودش نصب میشه. این شیارها به صورت فشاری هستش و رزه وجود نداره در این سنسور. در زمان نصب باید دقت کنید که به مقداری این در واقع سویچ رو بالا ببریم که کلید سنسور به طور کامل فرو رفته بشه. به این صورت، خب به صورت کامل فرو رفتگی بگونه که تا این کلید بره پایین، سویچ رو بالا ببریم در جای خودش تا در زمان فشار دادن کلاج کلید به سمت بالا بیاد. تکنولوژی کار کرده این سویچ کلید قطع وصل هستش. در یک سری از خودروها میکرو سویچ کلاج عضوی از مدار آنتی استارت هستش و تا زمانی که کلاج رو فشار ندیم ماشین استارت نمی کنه. این به این دلیله که ماشین وقتی تو دنده باشه روشن نشه و از حادثه هنگام استارت زدن جلوگیری بشه. مثلا این موتورهای شرکت سایپا، خودروهای شرکت سایپا، ساینا، کویک، مدل‌های جدیدی که در سایپا تولید شد. خب ببینید، این قطعه اگه دقت کنیم، بذارید من کامل بازش کنم که متوجه بشیم. ببینید دو تا پایه خروجی داره. خب اگه دقت کنید، دو پایه خروجی وجود داره اینجا که یک منفی بدنه به صورت دائم به یک پایه وجود داره و با وصل شدن کلید اون کلین سویچ، این منفی از طریق پایه دیگه به ای سی یو ارسال میشه و در حالت عادی وقتی کلاج نگرفتیم این منفی به ای سی یو ارسال میشه و زمانی که کلاج رو فشار میدیم
این کلید قطع میشه و منفی ارسالی هم قطع میشه و ECU متوجه فشرده شدن کلاج میشه. نحوه کار این میکروفری چجوریه؟ ببینید، یک تکه پلاتین ثابت و متصل در این قسمت قرار داره با این که از این سمت به این سمت متصله و این دوتا پلاتین رو به هم متصل میکنه. دوتا پلاتین هم که به دو پایه خروجی میکروفریش وصل است. زمانی که پدال کلاج رها هستش و منفی یا مثبتی که به یکی از پایه ها وارد میشه، از این پایه خارج یا بیسی حساب است. هنگامی که کلاج رو فشار میدید، پدال کلاج رو فشار میدید، به این حالت پایین میاد و وقتی پایین یا اتصال این در واقع پلاتین با این پلاتین قطع میشه و وقتی دوباره پدال کلاج رو رها میکنید، این حالت روجینده. پس زمانی که پدال کلاج رو فشار میدید، این کلید به سمت پایین میره و ECU متوجه میشه شما قصد تعویض دنده رو دارید، یا در خودروهایی که به ریلی آنتی استارت مرتبط هستش، اطلاعات این میکروسویچ موجب میشه که شما بتونید استارت بخورید و برق استارت فعال. نکته‌ای که هستش، ممکنه سین منفی از یکی از پایه ها وارد از پایه دیگه خارج بشه، یا سین مثبت که مثبت و منفی اون بستگی به نوع ECU داره. همچنین در زمان فشردن پدال کلاج، ECU گشتاور رو کم میکنه و کارهایی مثل بستن دریچه گاز برقی رو صورت میده که اگه خراب باشه این میکروفریج، ECU از این اطلاعات استفاده نمیکنه و در زمان تعویض دنده موتور گاز میخوره و دور موتور بالا میره. ضمن این که این کلیدی که اینجا هستش، دقت کنید، یک فنر هم بهش متصله که این خودش رگلاژ نداره و بدنی میکروفریج هستش که در واقع حالت رگلاژی داره و بسته میشه. بنابراین باید میکروفریج جوری قرار بده که این کلید تا انتها پایین رفته باشه و این فنر هم به خاطر اینه که اگه رگلاژ این در واقع میکروفریج به هم بخوره، کمک میکنه که این کلید در واقع در حالت درست قرار بگیره. پس یکی از پایه ها منفی ماست یا مثبت، پایه دیگه پالس خروجی هستش. تست میکروسویچ به چه صورته؟ این یک تست بیزر داره که شما به وسیله اون میتونید متوجه بشید که آیا میکروسویچ در سلامت هست یا نه، و به همراه پیدا میکنند زمان فشرده شدن یا فشرده نشدن پدال کلاج یا خیر. ببینید، وصل میکنم به پایه های میکروفریج. خب ببینید، در حالتی که کلاج رها شده، این اتصال برقراره. وقتی کلاج رو فشار میدید، باید این بیزر از بین بره و این اتصال قطع شه. ببینید الان کلاج رو که فشار دادی، این اتصال بین دو پلاتین قطع میشه و ECU متوجه میشه کلاج رو فشاری. پس در حالت عادی این به صورت یک سره منفی یا مثبت ورودی یکی از سیگنال ها از قسمت دیگه اون خارج میشه. من اینم ببندم که روی اینا رو گذاشت روی هر کدوم از پایه ها. ببینید، وقتی پدال کلاج رها هستش، این اتصال برقراره. وقتی کلاج رو فشار میدی و این کلیپ پایین میره، این اتصال قطع. این هم از تست بیزر. یه تست دیگه هم داره، تست بررسی پارامترها در دستگاه دیاد هستش که در دستگاه دیاد ما یه پارامتر داریم به نام وضعیت سویچ کلاج که زمانی که پدال کلاج رو رها میکنید، باید نشان خاموش باشه و زمانی که پدال کلاج رو فشار میدید، حالت وضعیت سویچ کلاج روشن نمایش داده. علائم خرابی این میکروسویچ چی هستش؟ ببینید، زمانی که این میکروسویچ خراب باشه، کروز کنترل کارکرد درستی نداره، چراغ چک روشن میشه، گاز هر در زمان تعویض دنده ها مشاهده میکنی و در برخی مواقع در هنگام نیم کلاج خودرو ریت میزنه و بعد کار میکنه یا خاموش میشه.
خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو دارین تماشا کردید. لایک و کامنت شما به ما انرژی میده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و معید و پیروز باشید.